ساحت در نصاب خدمتتان عرض کنم. نصابا یک منسوسی است، نصابا یک منسوسی است و یک نصاب قیمت گذاری شده است. نصاب منسوسی هر چیز از خودش است. نصاب زکات، نصاب شتر مثلا مشخص است، از 5 شتر کم زکات لازم نمی شود، باز می آید پسانتر، ولی از 5 شتر یک دانه گوسفند میشه. از 5 شتر چی میشه؟ یک دانه گوسفند. از گاو چند است نصابش؟ 30. از گاو چند تا؟ 30. یعنی 30 نصاب منسوسی است. و عین شکل از بز و گوسفند چند تا است؟ 40. این نصاب منسوسی است. از طلا و نقره هم نصاب منسوسی داریم. از طلا 20 مثقال است، از نقره 200 درهم است. اگر نرسیدین از نقره چند است؟ 200 درهم. اینال 200 درهم که شد، دراهم رنگ رنگ است. یک درهم است بنامه، گرچه پسان میامد خمیج خلاص میکنم، یک درهم بنامه 7 مساقل است، یکی 6 مساقل. 6 مساقل معنایش چیست؟ 7 مساقل چیست؟ هر 10 درهم، هر 10 درهم با وزن 7 مثقال، نامش 7 مساقل است. هر 10 درهم با وزن 6 مثقال، نامش چیست؟ 6 مساقل. اینال نتیجه این شد، زمانی که ما بگیم که هر 10 درهم 7 مثقال شوه، 200 درهم چند دانه دعیست؟ 20. با هر دعیش چند مثقال است؟ 7. و امی 20 که ضرب 7 بکنیم 140 مثقال میشه. 20 که ضرب 7 کنیم چند میشه؟ 200 درهم وزنش چقدر شد؟ 140 مثقال. اگر ما هر در چند بگیریم؟ 6 مثقال. با 20 ضرب چند میکنیم؟ ضرب 6، این 120 مثقال میشه. فرق 6 مساقل 7 مساقل، یعنی قشد که ما فعلا 140 مثقال نقره را مالک نصاب گرفتیم. 140 مثقال شد. مثقال چند گرام معمول است؟ توله موله را میمانیم، گرام معمول چند است؟ سردی جنجال است. بعضی میگه 5 گرام است، بعضی میگه 4.5 گرام است، بعضی میگه 4.60 چند است. پس اگر ما قرار باشد بگویم که یک مثقال 5 گرام است، 140 مثقال 700 گرام معمول میشه. چند گرام معمول میشه؟ 700. اگر نه که باز کم کرده بریم، کم شده میره. بنان جناب شیخ من و شما حضرت مولانا ادریس رحمت الله علیه میگفتن 644 یا کمتر و بیشتر، 644 گرام میشه. چند گرام میشه بگو؟ 644. شما ضرب 30 کنین، عاجل ضرب 30 کنین، ما بفهمم که چند میشه. یعنی باز هدف است 644 گرام نقره. هر سال ضرور است که تو از زرگر پرسان کنی که گرام نقره چند است. با دهی نقره فروشی ها هم قضایایی است، یکی تنگه است، یکی مشدی است، قران افغانی است. این چیزایی که مود و تاریخ دارن اونا رو ما کار نداریم، که تمام پارچه توته شگب بزن. او که کرا داده لاکه تو چوری جور کرده او را کار ندارم، قیمت نکو سر من. اما مواد خامش قیمت، مواد خام هم سه رقم داره از فیصدیش، چاندی میگن و فیصدی میگن، اوسطشه. حد اوسط نقره خام، مواد خام گرامی 30 شمار کردیم، چند شد؟ 25760 روپه. اینال باز این فرق میکنم، 40 هست، 30 هست، 25 هست. در ادامه که پرسان کنم 24 شده بود. خلاصه شما فرمولتان چی هست؟ هر سال در هر سرزمین نرخ نقره تان پرسان کنین. باز نقره هم در هر سرزمین فرق میکنه. در سعودی عرب متحده یک نرخ داره، در این سرزمین دیگه نرخ داره، در کابل یک رقم، قندار یک رقم، هر کس همو سرزمین خودش. در گپی ما فرمول رسیدین یا نرسیدین؟ هر سال تنگه، قران، مشدی اینا را نه، و همو چیزایی را که ساخته شده نه، دیزاین داده شده، یک گرامش ممکن 80 روپه باشه. باز یک گرامش چند خواهد بود؟ 80. شما 644 را ضرب 80 کنین چند میشه؟ اینم 644 ضرب 80
51,520 میشه. اگر صدر پشت باز اون تو اضافه شده میره 64,000 و چقدر میشه؟ نه او رقم نکنین. مواد خام، مواد خام نقره چند بخش میشه؟ 3. کدامش نرخ کنین؟ حد اوسط شده. اگر رسیدین اینمی با چی میبرایه؟ نرخ ما و شما. این در خود نقره خود ما در نرخ ضرورت نداریم. در گفت ما نمیرسیم. خود نقره که 644 گرام شد اونمو خودش از هر 40 گرام چه قبطه؟ بگو یک گرام زکات داده برا در اون حرف نداریم ما. و طلا را هم 20 مسقال است. مسقال قبلا بیان کردیم فرق شد. این 90 دو تا کم یا یک تا بالا به می منوال است. 91.5 گرام یا 88.5 گرام یا 90 گرام اختلافه که هست. یعنی خلاصه 90-91.5 گرام نصاب چی است؟ طلا. یک نفر 91.5 گرام طلا دارد 40 گرام یک گرام بته. یک نفر 644 گرام نقره دارد 40 یکی بته. هم طلا هم نقره دارد با هم زمیمه کنیم کدام نصاب پوره میکنه. این به همین منوال. اینان سر اجناس میاییم. در بازار امروزی آرد است، برنج است، گندم است، روغن است، لوبیا است، زردک است، اسباب برق است، کالا است، لباس است، پوستین است، چپن است، کروش است، کلاس گفته برو. این چیزا را چه رقم ما بگیم که از چه زکات بده؟ امیر به نرخ چی شمار کنیم؟ اینجا دو نظریه است. دلیل ما بود دیروز امیر به شما مسئله بتم خود نشد. یکش امیز که از نصاب طلا گرفته شود. پس اینال ما 90 گرام طلا را حداقل 2000 بگیریم چقدر میشه؟ 180,000 نصاب میشه. اما زمانی که نقره را گرفتیم 24,000 شد 25. منابع فقه ما میگه بیشتر امون منفعت مسکین در کجاست؟ منفعت در نقره است یا در طلا؟ در نقره است. نه چرا مردم زود پیسه دار میشه؟ منتظر شویم که تا چقدر مردم 180,000 داشته باشنه. منافع در کجاست؟ نقره، بناهن از نصاب نقره. اما در جامعه امروزی ما که وقت عید و رمضان قربان شد تلویزیون ها رنگ رنگ فتوا را میکش، یکی از نصاب طلا میگیره، یکی از نقره میگیره. خداوند متعال اینا را توفیق بده. دیگه مرکزی مجمع فقهی که نبود، اینمی در بدری در سرزمین هست. دیگه رسیدین عین شکل با در صدقه فطرم اونجا هم جنجال کسنی که در گندم امام ونیفه رحمت الله علیه میگه یک سیر کابل از 4 نفر میشه. امام شافعی میگه یک سری کابل از 2 نفر میشن. یک سری گندم که سری کابل 160 باشه نیمش چند میشه؟ 80. از یک تلویزیون اعلان میشه که محکمه گفته که صدقه سرسایه سری هر نفر 80 رو پس، و در حالی که او نیمی 80 است. نیمی 80 است که 40 است. باز اینال مولانا خودش هم مذهبی میگرنی. اما مثالی که من دارم امورا میگم، از من پرسان که گفتم 40 رو پس. بازو گفتم مولانا ما به گوش خودم از مستر محکمه شنیدم که 80 رو پا گفت. ما گفتم درست است که مذهب امام شافعی رحمت الله علیه است، و خاطر یک پدای ملازم که خود حنفی میگیره. با در وقت صدقه فطر که اعلان کردن با حنفیت میمانه، حنفیت میمانه، و خاطر یزی که اگه او 20,000 میشد در حنفیت در شافعی 40,000 میشنی، اونجا مذهب چی به درد میخوره؟ 40,000 به درد میخوره. اونجا نمیگه کی مذهب ایمان است. خب هر صورت دین به مذهب تقسیم نکو، یک تحقیق علمی است میآید. به هر صورت تا اینجا را این فرمول زکات فهمیدی یا نفهمیدی؟ منسوسیش منسوسی، اجناسی که برای تجارت است، هر چیزی که هست از نقره بگیریم، از طلا نقره، ولی نمیشه که نرخ ثابت باش. در یاد ما یک وقتی 8,000 بود نصاب، 8,000، حالا این در 25,000 رسید، در عمر شما در 50 و 60 خواد رسید، اون تو بالا شده میره، در گپ نرسیدین. نگه برسیدین یعنی؟ پس به این اساس خدمتان عرض کردم یک نصاب قانون و فرمول در نصاب بود، ولی ناگزیر هستین که همیش طلا و نقره را به شکل علمی پرسان کنین. او چیزایی را که جور کردن نی، کرا داده، مزد داده، گوشواره جور کرده، لاکت، اونا را ما نرخ نمی کنیم. او قیمتش بالاست، برای ما مواد خامش اگر بزنن. مواد خامی که زیر خاک می برای طلا و نقره، و در عین حال بازو هم از خود کتگوری ها داره. حد اوسطش میگیم، حد چیزش میگیم، اوسطش. امیدوار هستم مطلب گرفته باشین. الله رب العزت توفیق عمل نصیب.